پیدا کردن گنج قبرهای اشرفی به چه صورتی است؟ با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز، با ممنون سپاسگزار میشم تا آخر این کلیپ همراه باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. میخوام در مورد قبرهایی صحبت بکنم که اشراف زاده هستن و یک شخص خیلی مهمی رو اشاره میکنم، اونم بر روی سنگ. اگر سنگ بزرگ در ابعاد خیلی بزرگی رو شما دیدید به شکل حالت هرمی و تقریبا اگر روی سازه تقریبا قسمت بالای اون شکل یک رخ یا یک شکل یک تندیسی رو دیدید، بدونید که داره اشاره به یک قبر اشرفی میکنه. خب ببینید، خوب توجه کنید به این سازه ها که جوغن در قسمت بالا، حداقل فاصله جوغن تا از سطح زمین نزدیک به 5 متر یا 4 متر میشه دوستان. خب این جایگاه به این صورته که شما باید اول دو سه گمانه رو انجام بدید، چون در این ناحیه ممکنه یه رخی رو داشته باشه که رخ به سمت کوه اشاره بکنه. خب و تقریبا تاسه جوغنی که هم پایینش میتونه سنگچین باشه دوستان عزیز و هم در جهت رو. خب این ساختار ما همیشه به این صورت به اصطلاح جایگاهش رو پیدا کردیم. خب رخ به عنوان نمادین اون شخصه با کاسه جوغن، یعنی این دوتا به این صورته. حالا هدف کجاست؟ هدف تو این جایگاه دوستان عزیز هم میتونه از سایه این سنگ استفاده شده باشه و هم ما در موردش در سطح بالای این حالت سنگ تقریبا در فاصله 50 متری سنگچینی مشخص میشد. خب به این صورته. شما باید در هر صورت، چون بستگی به شرایط محیطی جایگاه رو داره که مثلا در مناطق مختلفی از کشور به چه صورتی اومده باشه، وگرنه تندیس در اینجا به اصطلاح نگاهی به این نیست که بگیم آقا داخل صخره است، چون اینجا پایین صخره است و تاسه جوانی که در اینجا قرار داره. خب شما باید در جهت روبروی این کاسه فاصله 50 متری رو ببینید، شاخص خیلی بزرگی که معمولا میذارن رو سنگ قبرش یا میذارن رو جایگاه. خب به این صورت اموالش در 1.5 متری خود اون سنگ قرار داره. خب یا قسمت پایین، اگر دیدی قسمت پایین سنگ چین داره به این صورته، چون ما در دو سه حالت داشتیم به این صورت، یا قسمت پایین بوده یا در قسمت جلوی این و یا در جهت خود این سنگ، نوک این تقریبا در سطحی از شیب ملایم سنگچینش کاملا مشخصه. باید یک شیب تقریبا 40 درجه رو داشته باشه. وقتی که شما از اینجا وای میسید، یک شیب 40 درجه تقریبا تو این محدوده که هیچ خبری نیست، کاملا در جهت طلوع و غروب آفتاب قرار داره و تندیسی از رخ تو قسمت این سنگ باشه، کاسه جوغن در قسمت بالا، و شما باید این گمانه ها رو دقیق انجام بدید، چون احتمالش هست که یکی از این گمانه ها طراحی شده باشه که اشراف زاده ها چون با هم دیگر رابطه داشتن، اشخاص مهمی بودن، بزرگی بودن، و پس این گمانه رو داره که در قسمتی از مثلا شمال کشور تا جنوب کشور احتمالش هست که در یک سبک تدفیناتشون قرار داشته باشه. خب قبر اشرفی به این صورتی که چیدمان این سنگ یا به این صورت چیدمان سنگی هست. این چیدمان سنگی ممکنه در قسمت بالاش سنگ باشه، چیدمان به حالت تقریبا به این شکل هم هست داریم، و جایگاه هم به این صورتی که تقریبا عمق کار 2 تا 6 متر قرار داره. خب دیگه در کل گفتم چون بین 2 تا 6 متر. خب و اموال این جایگاه هم در بعضی موقع در سطح 1 متری بوده، بعضی موقع هم در سطح 4 متری بوده. خب به این نکته هم توجه کنه، چون احتمالش هست حالا بعضی جاها فرق بکنه. خب پس شما میتونید به این صورت جایگاهتون رو پیدا بکنید. عزیز، شاخصی که اگر برای این طراحی شده باشه فقط این سنگه. سنگی رو که شما مشاهده کردید، حالا ساختار جایگاه این سنگ به این صورته. ها
پایین دست سکونتگاه رو داریم که در قسمتی از بالا تو این جایگاه تختگاهی وجود داره. این تختگاه تقریبا این سنگ بنا شده و سنگ بزرگی است دوستان عزیز که کاسه جوان در این ناحیه زده شده و این رخ هم در قسمت های راست یا چپ کندکاری داره که جهت دید اینها را هم بررسی بکنید. دیگه شما باید در هر صورت این 4 تا 5 گمانه ای که من گفتم رو بررسی بکنید، چون گفتم شاید در بعضی از جاها جهت دید خود رخ مهم باشه. حالا ولی با توجه به تجربیاتی که من داشتم در این ناحیه ها به اصطلاح سنچینش مشخص بوده. خب اینم که اگر در کنار صخره باشه خب مطمئنن داره به جایگاه اون شخص اشاره میکنه که یه شکافی هست که بین این شکاف سنچین شده هست همراه با تله. خوب توجه کنید به این مسائل که نکته از یادتون نره، تله ها حتما باید بررسی بشه. خب به این صورت جایگاه در این تختگاهی قرار داره و در قسمت بالا ممکنه صخره‌ای باشه، به این شکل ما داریم و بعضی جاها هم حالت کوه رو داره که یه شیب ملایم تقریبا تون در انتها داریم که به شکل تپه در میاد و این حالته. پس اگر خواستید اموال این جایگاه رو به اصطلاح شما دست پیدا بکنید، باید 4-5 تا گمانه رو در مورد خود این به اصطلاح سنگ انجام بدید. فقط کافیه یک روز یا دو روز بیایید اونجا بشینید و کاملا این رو بررسی بکنید، مطمئنن نقطه اصلی رو پیدا میکنید. خب ممنون و سپاسگزارم دوستان عزیز. لایک یادتون نره. با تشکر. خدا یار و نگهدارتون.